سوال جالب امروز چی دارن برای ما؟ درود گرم به شما قربان. قهوه دیگه نمیشه خورد، تموم شد قربان. بفرمایید. درود بر شما. دیروز شاهبشاهی روز شب خوش، حالتون چطوره قربان؟ خوبین؟ خوشین؟ نه والله حالی که نداریم، این اوضاع احوال برای احدی حالی باقی نمیذاره. حالا البته انقدر تو این کالیفرنیا و لس آنجلس بارون اومد که ما حالمون خوب شده، چون این بارون دیگه بعد از 3 هفته پیاپی بند اومده و اوضاع هوا آفتابیه. امیدواریم همه چیز آفتابی بشه. یاد ویگن بخیر که میخوند، یادش به شادی بارون بارون بارونه گارون گارون سیرونه یادش بخیر، یاد باد آن روزگاران، یاد باد استاد شرفشاهی. امشب 4 تا عکس داریم که میخواییم وارد یک مبحث متفاوتی بشیم نسبت به آنچه همیشه میگیم، ولی خب چون مردم هم دوست دارن که اخبار سیاسی اینا رو بشنن، در ابتدا عرض بکنم خدمتتون که دیگه درگیری دنیا با بنیامین نتانیاهو خیلی داره بالا میگیره، از همه طرف دارن میزنن تو سیلی تو گوش بنیامین نتانیاهو، این دیگه خیلی خطرناک شده. بخاطر اینکه اولا مردم اسرائیل و اکثریتشون مخالف این افراطی‌گری های بنیامین نتانیاهو هستن و مرتب اونجا تظاهرات هست و اینها میگن که هدف اصلی باید آزادسازیه. میگن جان با من این نه، میگن که بایستی اول گروگان ها آزاد بشن، ولی همونطور که دکتر قرابوزگو هم گفتن توی گزارششون، برای آزادسازی 2 اسرائیلی 120 نفر رو کشته و این کشتار جسورانه و غیر حساب شده خیلی مردم دنیا رو با بنیامین نتانیاهو چیز کرده، مخالف کرده، خصوصا یهودی ها. یعنی یهودی ها چه در فرانسه چه در جاهای دیگه چه در خود اسرائیل با این قضیه شدیداً مخالف هستند و جملگی بر این باور هستند که این برای حفظ قدرت داره جنگ رو گسترش میده. و میدونم که یک جناهایی هستند که از مذهبی ها اینها به جنگ آخر زمانی معتقد هستند، که این جنگ آخر زمانی یعنی همون کشتی نوح و شهر صدوم و اون چه و چه که خیلی خطرناک خواهد بود. و همین خاطر بایدن با اینکه کمک و حمایت نظامی کرده و میکنه امریکا از اسرائیل، دیگه همه خبرگزاری گفتن، اول NBC گفتی رو از 5 منبع نقلش کرد، بعد همه دنیا اعلام کردن که بایدن توهین کرده به بنیامین نتانیاهو و اون رو آدم احمق و شروری خونده و بعدم کتشو در آورده. برای من کتم امشب در آورده. بایدن کتشو در آورده گفته تو مردی بیا با من یک کشتی بگیر. به بنیامین نتانیاهو گفته خلاصه گفته این کشتار کورکورانه، تنبیه تروریست ها، مکافات و پادفره دادن به جنایتکاران حد و مرزی داره و این کاری که ایشون داره میکنه همه، یعنی بلا استثناء حتی دیوید کامرون، فرانسه و چند کشور دیگه، اصلا 30 شهرک نشینان رو، 30 تا شهرک اسرائیل رو تحریم کردن. آی شرف شهید خیلی مهمه، یعنی سکنه 30 شهرک اسرائیلی تحریمی که میشه، مثلا تحریمی که جمهوری اسلامی رو میکنه، این 30 تا شهرک نمیتونن به اروپا، فرانسه، انگلیس سفر کنن و از طرفی هم دارایی های اینا مصادره میشه، یعنی همونطور که چه میکردن، یعنی مردم اسرائیل و یهودی های دنیا الان دارن روز به روز زیان که میبرن به مراتب بیشتر از فلسطینی ها، و از اون طرف فلسطینی ها در دنیا روز به روز دارن هواداران بیشتری رو به دست میارن. یعنی کار بنیامین نتانیاهو مشخصا ضد یهودیت عمل کرده و به نفع فلسطینی ها، بگونی که الان های شرفشایی ما توی فرانسه زیاد نمیبینیم کسی رو که علنا بیاد دفاع بکنه، و حتی روزه جمعه در تروکادرو یک تظاهراتی هست که یکی از سازمان های بسیار مقتدر فرانسه یهودی میذاره برای پشتیبانی از
اسرا و آزادی اسرای اسرائیل یهودی. من چند بار خودم رفتم، 200-300 نفر بیشتر نمیان آقای شرفشاهی، با اینکه تمامی میتینگ های یهودی ها در دنیا بالای چند صد هزار نفر بوده و چند هزار نفر بوده. نکته دیگه که خیلی مهمه باید درس کنمون اینه که در رویارو با بنیامین نتانیاهو در سطح جهانی و همین مورد و اینا باز خود جامعه یهودی گورگ سایروسه، یعنی تمام این پشتیبانی های خارج از حتی تو داخل خود اسرائیل نیروهای گورگ سایروس که یهودی هستن اونها هم ولی لایک هستن، اونها در رابطه با این جنگ اصلا کمک هایی هم که می کنن در غزه اونها نیروهای گورگ سایروس جورج سوروس هستن و اینها، یعنی مسئله خیلی برای قوم یهود خطرناک شده به گونه ای که آمار منتشر هر ماه در رابطه با ضدیت با یهودی ها در همه جای دنیا ببینید در فرانسه، در فرانسه چندین برابر شده تگه این دو ماهی که سه ماهی که چهار ماهی که جنگ هست و خیلی خطرناکه، یعنی کارهای و همین خاطر من گمان میکنم که بنیامین نتانیاهو به گونه اندیشمندان و نخبگان در قدرت اسرائیل به زودی کنارش میذارن و آینده خوبی در انتظارش نیست، چون شدیداً مخالفت ها زیاد شده. من میبینم رادیو تلویزیون خود اسرائیل رو که حتی خانواده های شهدای اسرائیلی بچه که از جنگ برگشتن و و و همه چیز هستن، یعنی نشون داده میشه که اونطوری که از اون طرف اونها گستاختر شدن فلسطینی ها در سطح جهان اونها نیستن. نکته مهم دیگه استاد چرفش اینه که همین تحریم کردن 30 شهرک نشین اسرائیلی یه خیلی مهمه برای اولین بار در تاریخ. بعدم دیگه قدرت های بزرگی وقتی که امریکا میاد اونجور و چین علنا محکوم کرده کارهای بنیامین نتانیاهو رو، این مسئله کشتار چشم بسته فلسطینی ها و همین زدن الان رفح و بعد بگه شما برین شمال از شمال بزنه بعد بگیرین جنوب چند میلیون نفر رو اینجوری جور کردن، این رو خود یهودی های جهان و به ویژه اسرائیل نمیپسندن و بجز افراطیون مذهبی که معتقد به جنگ آخر زمانی هستن هیچ کسی دیگه این کارهای بنیامین نتانیاهو رو تایید نمیکنه. به خاطر همین امشب در مصر ماموران امنیتی اسرائیل و از کنم خدمت قطر و امریکا جمع شدن که تصمیم گیری بکنند. پیش از این یک پیشنهادی داده شده بود برای آزادی زندانیان سیاسی زندانیان فلسطینی 13,000 نفر در برابر 130 نفر، یعنی 1:100، و اینکه آتش بس همیشگی و اینها. باز بنیامین نتانیاهو موافقت نکرد با اینکه در درون خود کابینش مخالفت ها زیاد بوده است. اینه که این بار فکر میکنم که امشب اینا به نتیجه برسن و شاید فردا نتایج خوبی داشته باشن. یک توصیه است من به بنیامین نتانیاهو میکنم، چون برنامه ما ترجمه میشه همش رو گوش میکنه، ارتش اسرائیل و در نیروهای اسرائیلی کلن شما وقتی که صحبت فارسی میکنید منتقل میشه اونجا، تمام اینها شنود میشه. سیاوش اوستا علنا به بنیامین نتانیاهو که من بارها تاییدش کردم و اعلام میکنم که داره بر ضد مردم یهود در جهان عمل میکنه، داره به نفع فلسطینی ها عمل میکنه. استاد چرفشاهی فردوسی 1000 سال پیش گفت تا به امروز هم درسته، میگه پدر کشتی و تخم کین کاشت. پدر کشته رو کی بعد آشتی؟ تو هر بچه فلسطینی که زنده بمونه فرار کنه از اونجا بره تو مصر، اردن، ایران، اروپا جای رشد پیدا بکنه، هر کدوم اینا یک آتش فشانی خواهند بود در سالهای آینده علیه اسرائیل و یهودیت. کار بسیار غلطی میکنه. همین سیمیوره یا روی یحیی استاد چرفشاهی، همین که الان بسیار این فرماندهی میکنه ولی کشته شده نیست، حالا اینا نمیخوام وارد بحثش بشم. همین سیمیوره زندانی سیاسی بوده، این حسن نصرالله آزاد کرد، اون چند هزار نفری که چند سال پیش آزاد کرد. همین رو اسرائیل بیماری قلبی داره میبره بیمارستان، تجهیزات خوب عملش میکنن جون میگیره، الان اون داره فرماندهی میکنه این حمله رو، این جریانه رو. یعنی دشمنی اینها با
یهود و با اسرائیل یک دشمنی تاریخی بوده و هست و متداول، که باز با این کاری که بنیامین نتانیاهو کرد برای اینکه خودش از زیر فرمانداری که داشت خلاصی بکنه ملت یهود رو و در دراز مدت. آی شرف شما استاد میدونید دیگه، خود شما بارها میگفتید تو برنامه‌تون، بعد از داعش و اینا جنگ جهان و درگیری اسرائیل با فلسطین اصلا فراموش شد و همه اعراب با اسرائیل صلح کردن، وارد معامله شدن و یه جنگ تازه تو دنیا رو شروع شد که از عمران خان گرفته تا در افغانستان احمد شاه مسعود کشتنش در افغانستان و در یمن و در همه جا شیعه کشی در برابر، تو عربستان سعودی شیخ نمر رو کشتن، اینا جنگ شیعه و سنی رو نمیاب، یعنی جنگ شیعه و سنی رو نمیاب با برنامه و فلسطین اسرائیل فراموش شد. ولی با این شگردی که اینها زدن و با این کاری که کردن که خود بنیامین نتانیاهو همچنان که وقتی که حماس رو اینا ساختن تقویت مالی کردن برای این بود که فتح رو تضعیفش بکنن، الان یک آوانتاژ بزرگی اینها به این فلسطینی ها دادن که در طول تاریخی به یادگار خواهد موند. نکته باز مهمتر آقای شرفشاهی استاد عزیز، من تأکید میکنم، یعنی این یک تئوری نیست که فکر باشه، فکر میکنم باشه نیست، این یک دو بذابه دو میشه چهار هست. بایدن احزاب دموکرات جهان زیر نظر اوپن سوسیتی هستن، جامعه باز جهانی که بخش بزرگی از جهان رو هدایت میکنه گورگ سایروس، و بایدن جزء این جامعه جهانی است. این جامعه جهانی در رأسش جورج سوروس و دیگران بلک روک و اینا همه یهودی هستند، یعنی حتی به اقتصاد اینها هم در دراز مدت ضرر وارد کرد به خاطر فقط مسائل شخص. خلاصه این رو لازم بود در ابتدا خدمتتون عرض کنم که بنیامین نتانیاهو تاریخا کار بسیار غلطی رو انجام و واقعا همونطور که بایدن گفت اینجا با بایدن بایستی خود ترامپ یادمون نره استاد شرف شهید، خود ترامپ الان داره یه موزه گیری میکنه حرفای میزنه چون خواهد رئیس جمهور بشه، ولی خود ترامپ هم همون چند سال پیش به بنیامین نتانیاهو توهین کرد، تهمتش از همه و غیره، یعنی متعادل نیست. هم پیمانی هایی که داشته تا حالا از چپ و راست و الان هم افراطی های آخر زمانی که معتقد به جنگ آخر زمان هستن، این تا کنونش علیه قوم یهود، مردم یهود جهان و ملت اسرائیل عمل کرده. روز با چهار شایی عزیزم. بله، شما موقعی که دولتی رو به رسمیت میشناسین میگین فلسطینی ها هم دولت دارن، این برای خودش احساس مسئولیت میکنه و از اقدامات تند و به هم ریختن در حال امنیت منطقه در حال جلوگیری میکنه. نمیشه بگیم آقا تو هیچ وقت نباید دولت داشته باشی، من مخالفم و اینا رو رها کنن. خب این گرفتاری هایی که به وجود میاد به خاطر همین مسئله، برای که اینا دولتی ندارن رسمی باشه، سخنگو داشته باشه، با دنیا ارتباط برقرار بکنه، مسائلش حل بکنه. این که آقای نتانیاهو سماجت داره که اینا نباید دولت تشکیل بدن، این یه اصل خیلی غلطیه، برای اینکه اینا رو باید در یه چهار دیواری ادارهشون کرد، دولت بهشون داد، باهاشون مذاکره کرد و گب و گفت کرد. این مسائل دیگه هیچ وقت پیش نیاد که اینا برن اونا رو بکشن، اونا هم اسرائیل هم یاد در رو داغون کنه، همه رو زیر مسلسل رو اینا بگیره. این کاری که در غزه انجام شده کار غلطی بوده، افراطی‌گری الان از هر دو طرف غلطه، هم آقای نتانیاهو افراطی‌گری میکنه و همین که اگر فلسطینی ها چون دولت ندارن مسئولیتی ندارن، اون هم خب شروع میکنن آدم کشی و یهودی کشی و از این مسائل. اینی که باید اجازه داده بشه دولت فلسطین به طور رسمی تشکیل بشه، اینا با دنیا ارتباط برقرار کنن، مذاکره کنن به جای اینکه آدم کشی کنه. بله کاملا درست میفهمین استاد شفشه. استاد شفشه من قبلا در برنامه شما گفته بودم یه بار دیگه تاکید کنم، شما ببینید الان منطقه، یعنی هفت کشوری که جمهوری اسلامی داره درش حکومت میکنه تو منطقه، هفت کشور الان زیرش خالیه. این رو من گفتم برای اولین بار، دوباره دارم میگم، تاکید میکنم، هفت کشور زیرش خالیه، یعنی یک سیستم نو و جدید جنگی قاسم سلیمانی ساخت پیش از اینکه بره. هفت تا کشور
زیر اشغالی 2000 کیلومتر تونل زدن و این تونل ها رو من هر شب میبینم، چون اسرائیل هر تونلی رو که میگیره نشون میده. یعنی شما نمیدونین چه زحماتی، هزینه های چند سال نگوشه این تونل ها رو زدن. خب این ها تمام این ایام هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، اینا کنار بیخ گوشش این تونل ها رو زدن. اینجا کنار کوچه من، اگر کنار خونه ما یک پرنده بپره، 25 ساله که میفهمیم شنود گذاشتن. در پاساژ من شانزلیزه که هستیم، اگر یک کسی 66 شانزلیزه وارد پاساژ بشه، اسلحه ای که حتی سرد باشه، خنجر، چاقو تو جیبش باشه، این رو اونجا چیزایی ما میبینن. و اگر خطرناک باشه بخواد بمونه چه میکنم؟ خود شانزلیزه های شرفشایی یه گزارشی کانال یک فرانسه در رابطه با من درست کرده که نشون میده، بزنین 66 شانزلیزه فرانسویه، نشون میده که تمام شانزلیزه از اون بالای آرک دو تریوم دوربین های کار گذاشتن که تا کنکور که چند کیلومتر میدان بعدی همه افراد رو میبینن، روی کلاشون میچرخن با اونا دوربین ها و فاصله شون چند کیلومتر هم اگه باشه صداشون هم میشنون، صداشون هم میشنون. خب اینها برای بنیامین نتانیاهو خطرناکه، بایستی فردا پاسخ بده به مردم اسرائیل که چطوری 2000 کیلومتر یه کشوری که خود غزه که اولا 60 کیلومتر هم نیست، خود غزه 60 کیلومتر هم نیست، حالا بقیه همونطور، حالا کشورهای دیگه، اینا فردا اراده بکنن هر کدوم از کشورهای دیگه رو توش بخوان همینجوری شورش به پا کنن میتونن بکنن. و اون کشورهای دیگه که مصر باشه، اردن باشه، ترکیه باشه، ترکیه البته همپیمان جمهوری اسلامیه، اینها مثل که لیمان ما بلند میکنن میخورن، اینا میتونن فردا از اون تونل استفاده کنن و نارامی ها رو در منطقه بیافرینن. به خاطر همین هم هست که ما میبینیم که اردن و بحرین مثلا از اون همه راه دور میاد حمایت و پشتیبانی کنه. همشون چه هستن؟ اینه که بنیامین نتانیاهو سیاست های نادرستی رو اعمال کرده و داره میکنه که شور وقتانه همونطور که عرض کردم الان جو ضد یهودی دیگه در این شکی نیست، تو دنیا زیاد شده، هر روز هم داره بیشتر میشه شور وقتانه، و این خطرناک هست برای مردمی که در طول تاریخ زحمت کشیدن. آقای شرفشاهی اگه یارو 20 ساعت میخوابه 4 ساعت در خونش میاد بیرون، یک یهودی، یک بهایی، یک زرتشتی، یک ارمنی، اینها 15-16 ساعت در روز کار میکنن، همیشه آفرینندگی دارن، خلاقیت دارن، موزیک ما رو ارمنی ها ساختن، زرتشتی ها ایران رو آباد کردن زمان محمد رضا شاه، و همین آیفونی که دادن، همین امکانات نظامی که اینا خودشون ساختن، اینا همه مال اسرائیل و یهودی بوده. بعد در این برابر خیلی خطرناک میشه در آینده شوربختانه اگر یک رهبر جدی نیاد و این رو مهار کنه. استاد سیروس چرمش، بله امیدواریم که اینجور بشه و مهار بشه. اصلا افرادگرایی در هر زمینه در دو طرف کار اشتباهیه و مشکل آفرین و دردسر و ادامه این بحرانیه که هر روز میشنویم این اونو کشت، اون 30 تا رو کشت، اون یکی 50 تا رو کشت، 40 تا کشت، و علتش همینه. آقای نتانیاهو هم خب دیگه به نظر من دوران قدرت نماییش در اسرائیل به خاطر انتقاداتی که در خود اسرائیل علیه ایشون وجود داره، این دیگه باید به این دوران هم پایان بده و چهره های جدیدی بیارن که این مسائل رو دیگه ما نشنویم که مرتب خاورمیانه به سوی کشت و کشتار پیش میره برعکس نظر و خواست مردم جهان. بله استاد چرفشایی، حالا مطلب آخریمون که چهار تا عکس هست که کارگردان ناظرین برنامه نشون بده. بله میبینمش. نظر بگیرید که امشب ما میخواییم جدا از همه جار جنجالا درباره ملت ایران و تقویم و تاریخ هفت پیش از 7000 سال صحبت کنیم که این مردم ایران تقصیر بیشتر با همون بخش خاموش ملت ایران هر چه مشکلی تو دنیا هست، چون خمینی، خامنه ای اینا رو شما ها نیومدین یه توپ بندازین سیل را بیفته بره، اونم با چی تمدنی، با چه فرهنگی. میخوام امروز بهتون نشون بدم که چون داریم به سال نو نزدیک میشیم، سال 7762 آریایی میترایی آغاز میشه، شما مردم از سرزمینی میایین که یک تمدن بزرگی داشتید
که 7700 سال پیش رفته زیر خاک. این رفته زیر خاک یک، و از عربستان سعودی تا جنوب روسیه هم جایگاه داشته. این تمدن اینقدر شکوفا بوده که مثلا جراحی مغز انجام میداد. این تصویری که کارگردان برنامه میذاره الان ببینید، این جمجمه یک انسان ایرانی است 7700 7000 سال پیش، یعنی واقعا 6000 سال قبلی که اصلا محمدی باشه و اسلامی باشه که بگه دست نزنید و زنده بگور کنه. این نگاه کنیم بخیهان دیده میشه روی این جمجمه، و این توسط غربی ها در ایران کشف شده در شهر سوخته، و او یک سوراخی هم هست دارید میبینید که سر اصابت میکنه به جایی مشکل ایجاد میشه، جراحی مغز بدبخت ایرانی تو انجام میدادی، حالا اومدی شدی بنده برده و کنیز سید اولاد پیغمبر بیچاره. که اینها در هنگامی که استاد شرفشاهی میگفتن زن، همون زن رو میخوایم ببینیم، مثلا زن رو استاد شرفشاهی اینا میگفتن زن زنده بگو، چون همین الان وقتی زن دختر بزاد شوهر اکثرا گیره ور میکنه بره یه زن دیگه میگیره، و خیلی نمیتونه میفته که همین الان تو قبایل عربی اینا رو میکشن. استاد شرفشاهی، استاد سیروس شرفشاهی عزیزم، این تصویر دیگه ای که میبینید ملت ایران بیدار شد. این تصویر ما رو 7000 سال پیش از زایش و تولد محمد و اسلام در صحرای عربستان هست. میبینی زن بر تخت فرمان روایی نشسته، زن روبروش سربازشه، و زن داره در ایران حکومت میکنه. 7000 سال پیش از این که اعراب بیان بچه هاشون رو زنده به گور بکنن، استاد سیروس چرفشاهی، بابا مردم شما تا به کی میخواییم اینقدر آشفته و پریشان حال باشید و خودتون رو فراموش کنید؟ استاد چرفشاهی شما ببینید، عشق بازی، مهر ورزی، گفتار زندگی، زن زندگی آزادی که میگه، خب بخش اگر اصلا عشق بازی نباشه که من شما وجود نداشتیم که. ایرانی ببینین با مجسمه با تصویر از 7000 سال پیش، این تصاویر استاد شرفشاهی، اینها مجسمه های کوچیک که چند سانتی متریه در شهر که کاشان کشف شده، در جیرفت هم بعدن کشف شده، 7000 سال پیش از این که محمدی به دنیا بیاد، اسلامی پدید بیاد، ایرانی اینجوری بوده استاد شرفشاهی آموزش میداده به مردم، که الان امکان داره کارگردان برنامه عزیزم روش نشه که این عکسی که اومد 3 دقیقه 5 دقیقه نشونش بده، ولی این عکس، این نشان دادن عشق بازی و مهر ورزی در آثار باستانی حتی تخت جمشید امروز ما اینها وجود داره استاد شرفشاهی. بوسیدن، چگونه بوسیدن، بوییدن، چگونه چه چیز بودن، هر چیز به کار آید آنگاه که کار باید، اینها جز به آموزش ما بوده. الان توی غرب تازه امروز امسال یه عطل که اومده شده، نخست وزیر وزیر آموزش پرورش بود، دستور داده که توی مدارس از خردسالی به بچه ها یاد بدن که زن یعنی چی، مرد یعنی چی، چجوری بچه درست بکنن. اینه تو 7000 سال پیش داشتی آدم حسابی. حالا نکته بسیار مهمی دیگه استاد شرفشاهی، توی سالها چقدر موزیسین های ما را اذیت کردن، 40 سال، 43 سال، 4 سال گلپا رو نذاشتن بخونه، شاهرخ ها توی ایران نتونستن بخونن، ساز و دهل ما رو نشون نمیدادن، ممنوع بود که ساز نشون بدن. شما ببینید ایرانی استاد شرفشاهی، باز این مال تمدن ایلامی است، این مال تمدن ایلامی است. اینا میگن ایلامی، میگن مزوپوتامی، میگن بین النهرین، یعنی تمدن ایران کهن. ایلان که میگن همون ایرانه، تلفظ اون موقع خوزستانیش میگفتن ایلام، مثل که الان به حسن میگن حسن، به نمیدونم یوسف میگن جوزف، اسم همه میاد اینجا فرق میکنه.
این هم این تمدن ایرانی ماست که موسیقی ببینید استاد چرچو یه گروهه، این مجسمه هاش وجود داره. 7000 سال پیش تو گروه موسیقی داشتی با سازهای مختلف، حالا چهار تا شپشوی صحراگرد تازی اومدن به تو میگن موسیقی حرام است، موسیقی. بعد چهار تا آخوند که باید تو عربستان سعودی هم برن نمیتونن اینجور فتوا بدن، میشینن تو دستش ببوس، دستی که مثل برف سفیده و هیچ کاری نکرده. هیتلر را کی باشه آلمان ها یا یهودی ها این کاری کردن که شما با همه این هر شیخ و آخوند و سیدی که در ایران حاکمه استاد چرفچایی، این هیتلره. من اینجا این قاطع بگم، در سالنامه آریای میتری که امسال منتشر میشه که تمثال زیبای شما و امیر شجره هم هست و اینا مثل هر سال، ما آقای شرفچایی امسال استثناءن اومدیم 10 صفحه از تقویم رو 10 صفحه اختصاص دادیم به اسامی کشته های همین 2 سال اخیر، 1 سال اخیر، 2 سال اخیر، هزاران نفر هم اسماشون گذاشتیم، تاریخ تولد، تاریخ شهادت و و و و و توی اینا ما یه عالم سید داریم، مثل سید حسینی که خیلی مشهور، سید موسوی. یعنی وقتی ما میگیم سید و سادات و اینا، منظورمون هر کی که سید پشت پس اسمش هست نیست، منظور سیدهایی هستند که در قدرت هستند از زمان محمد رضا شاه، از زمان صفویه، از زمان اسلام به عنوان سادات بنی هاشم، سادات از زمان خود محمد به یک نسلی از فرزندان قریش میگفتن سادات بنی هاشم، یعنی این آقا هم. آقایی دارن بر دنیا. چرا؟ چون با روم همکاری میکنن، چون روم اینها را آفرید علیه ایران، چون سوره روم میگه که ما ایران رو نابود میکنیم. من این سادات تازی اینا رو میگم، بچه های سیده این رفیر من شما رو نمیگم، بعد از اینا خواهش میکنم که اسم سیده در جان اسمشون وردارن، هر کس هم ورد نداشته ازش بخوان که وردارن، حتی اگه برادرت، عموت، عمت، خالت سید نیسته. حالا استاد چرفشایی، خب این ایرانی چرا به خود نمیاد که ببین آقا پدر تو فاضل بوده، گذشته رو که نگاه بکنی به تو قدرت میده تا با قدرت بریم آینده، همون کاری که نیکا شاکرمی کرد، مجید رهنورد کرد، کیان 9 ساله کرد، میرفت تو مدرسه میگفت من از قرآن متنفرم، تو مدرسه شنی میگفت کیان 9 ساله. بچه الان همه میگن، دخترای ایرانی اینجا نشون دادیم تو خیابون، میگه زینب و مینم مال عمه تو، خاله تو، من آریایی هم. تو کوچه های ما هر روز زنان شجاع و دلیر ما فریاد میکن، اینجا رو میترسه بگه، اینجا رو مامورای جمهوری اسلامی که همه ایور ور نشستن اینا اصلا کنترل فلان اینا میترسن که حرفایی که مردم تو ایران میگن. این تاریخ شما دیدید 4 تا عکس، 4 تا عکس نشون میده که چی بودیم، چی بودیم. اگه این بنی هاشم اومده چه بلایی سر ما آورده، الان هم که دنیا داره در آتش جنگ میسوزه استاد چرفتایی عزیزم. بله، بسیار ممنون از شما که به هر حال مسائل رو خیلی دقیق بررسی کردین و در اختیار ما قرار دادین و میخوام ببینیم که هفته آینده یه مقداری در زمینه مسائل همین موسیقی و هنر و این نکات حساسی که ما داریم، ملیت ما در حال با اون پیوسته است، که آخونده تلاش بکنن جلوی این پیشرفت این گونه در حال مطالعات رو بگیرن، شما در این رابطه هم برای ما تحقیقاتی بکنین و مطالب جالب دیگه ای رو برای ما در حال ادعا میشه. استاد چرفچایی یه دقیقه آخر رو پس گفتیم اینو بهتون بگم، من 17-18 سالم بود، عبدالعظیم ولیان مشهد استاندار شده بود زمان شاهنشاه آریامهر، میرفتم دبیرستان، بعد اونجا امکانی شد توی مشهد یه حرفی زدشم ولیان اینا، تو مشهد داشتن رستوران با موزیک، دیسکوتک، فروشش مشروبات الکلی ممنوع بود، الکلی، چون میگفتن مشهد شهر مقدس و مذهبیه و قم این دو تا جا ممنوعه و ری. استاد چرفچایی، من اون موقع 16-17 سالم بود، یک جایی رو گرفتم توی خیابان جهانبانی مشهد، زیرزمینی بود به نام وینر والد دیسکوتکش کردم، یعنی نه دیسکوتک، یک جایی بود که مثل کاباره ولی خیلی کوچیک، 50 نفره، موزیک داشتم شبا، موزیسیان ها می زدن، بچه هم چند تاشون الان هستن و زنده هستن و فلان، و مشروب سرو می کردیم و اینا. به ولیان هم گفتم آقا جان تو خودت گفتی جای شادی آفرینی بساز، ما ساختم دیگه، چی میگی دیگه. حالا به هر حال
وقتی ما اونجا ساختیم یه بار بعضی وقتا از ما آخونده اون زمان زمانشاه شکایت کردن، اینا اومدن و یه شب ریختن که وینروالد، اسمش هم وینروالد بود، ببندن. یه من فردا رفتیم دادگاه. دادگاه که رفتم یک روزنامه بردم، نیویورک تایمز، مال 6 ماه قبل بود، نوشته بود در ایران شیراز یک زیرزمین های کشف شده که ایران از 7000 سال پیش شراب می‌ساخته. من رو گذاشتم رو میز، گفتم اینو من برای شاهنشاه فرستادم، برای نخست وزیرم فرستادم، به تو هم میدم، به رئیس پلیس هم بفرست، بگو ما 7000 سال پیش شراب می‌ساختیم. مردی که حالا آخونده ما رو گفت لو دادن تو میخوای مینرواز ما رو ببندی، که خوشبختانه اونجا تا دمدمای انقلاب وجود داشت و شادی می آفریدیم برای مردم، رقص و پایکوبی و دست افشانی و موزیک، ما می شستیم خود می نگاهشون می گردیم.